سلام امیدوارم حالتون خوب باشه در ادامه یه بررسی سبک های مختلف بازیسازی با کمک نرم‌افزار افزار اسکرچ تو این جلسه میخوایم بازی های سبک پیمپونگی رو با هم بررسی کنیم توی خیلی از بازی ها شما دیدید که ما به عنوان بازی کننده یک راکتی در اختیار داریم که با حرکت موسمون میتونیم اون راکت رو را حرکت بدیم یا مثلا با دکمه های کیبوردمون اون راکت رو را حرکت بدیم تا توپ به زمین اون برخورد نکنه یا مثلا توپ رو به سمت بالا پرتاب کنیم تا به یه سری شکلک ها و ها بخوره اون آجر ها هست میشن و ما امتیازمون اضافه میشه پس تو این جلسه می‌خوایم بازی های سبک پینپونگی رو بررسی کنیم و یک نمونه از این بازی ها رو توی اسکرش بسازیم و نکته مهم این جلسه اینه که یاد بگیریم که چطوری میتونیم توی اسکرش بازی های دو نفره درست کنیم یعنی طوری کد نویسیم اون رو انجام بدیم تا دو نفر همزمان بتونن یک بازی رو انجام بدن و به امتیازشون اضافه کنن لطفا این جلسه رو با دقت ببینید و اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید الان این کار رو انجام بدید خب مثل همیشه اولش اومدم توی سایت اسکرچ تا ببینیم که توی پروژه های این سایت چه بازی هایی توی سبک پیم پونگ و راکتی ساخته شده اولین بازی که باز کردم اینجوری با دکمه های مختلف میتونیم مثلا با دکمه کیو توپ رو پرتاب کنیم با دکمه های جهت میتونیم این یکی راکت رو بالا پایین کنیم و با دکمه های دبلیو اس این یکی راکت رو یعنی یک جورایی بازی دو نفر است یعنی دو نفر همزمان میتونن این بازی رو انجام بدن و امتیازهاشون رو افزایش بدن بازی بعدی هم تو همین سبک هست ببینید این بازی دقیقا تو همون سبک هست حالا اینجوری مثلا ما راکت رو اینجوری باید حرکت بدیم و نکته جالب این بازی, این بازی اینه که ما داریم با کامپیوتر بازی میکنیم یعنی کامپیوتر کود جوری انجام شده که مختصات این توپه رو مختصات ایگرگ این توپه رو میگیره و سعی میکنه که راکتش رو توی مختصات ایگرگ قرار بده و اینجوری میتونیم با کامپیوتر بازی کنیم این بازی جالبی هست که اینجوری کامپیوتر خودش دقیقا تو راستای توپ قرار میگیره این بازی هم دقیقا همینجوریه فقط نکته جالبتر این بازی اینه که علاوه بر اینکه ما با کامپیوتر بازی میکنیم چند تا نقشه مختلف هم داره مثلا من این نقشه بیرو که انتخاب کنم باید توپ رو طوری ادایت کنیم که به این مانه ها هم نخوره بازی های خلاقانه جالبی هم هست مثلا این یک پیمپونگ دایره هست که اینجوری من باید راکت هم رو تو این دایره در مسیر توپ قرار بدم و لحظه به لحظه سرعت این توپه داره بیشتر میشه ببینید اینجوری میتونیم یک چنین بازی های جالبی هم توی پروژه های اسکراش پیدا کنیم حالا ببینید این توپ سرعتش خیلی بیشتر شد و این من اینجوری گیم آور شدم یک بازی خیلی حرفه از نظر کد نویس رو هم با هم بررسی کنیم این پیمپونگ پونگ سبودی هست ببینید ما داریم به صورت سبودی با کامپیوتر پیم پونگ بازی میکنیم انگار خیلی جالبه این بازی و بازی های آجوری هم دقیقا همینن هم. ببینید ما یه راکتی در اختیار داریم که توپ به سمت این آجرها پرتاب میشه وقتی که به آجرها میخوره اون آجرها مخفی میشن انگار تو کد نویسی و به امتیازمون اضافه میشه دقیقا به همون سبک است حالا یک بازی دیگه هم راکتی من باز کردم اینجا ببینید دقیقا به همون شکل ما راکتمون رو با موس جابجا میکنیم و به سمت این توپ ها پرتابش میکنیم به هر توپی هم به هر آجوری هم که میخوره اون آجور رو حس میکنه و به امتیازمون اضافه میکنه یا یک بازی عرفهی از نظر کود مثلا ایرهاکی هست که توی شهر بازی ها هست حالا کلی جلوه گرافیکی داره این بازی و افکت های صوتی داره و جالب این بازی اینه که ما میتونیم اون راکتمون رو که این شکل دایره هست حرکت بدیم یعنی توی این زمین ببینید اینجوری راکتمون رو میتونیم حرکت بدیم و امتیاز بگیریم ببینید حالا من اینجوری مثلا الان امتیازمون یکی یک شد با کامپیوتر ببینید خیلی کدنویسی جالبی داریم بازی هر کس تو زمین خودش میتونه بازیکنش رو حرکت بده حالا بریم سراغ نرم افزار اسکرش و یک بازی سبک پینگ پونگی رو به صورت خیلی ساده کدنویسی کنیم خب برای اینکه یک بازی راکتی توی اسکرش بسازیم ما نیاز به یک شکلک راکت و یک شکلک توپ داریم به خاطر همین این شکلک گربه رو پاک میکنم توی تصاویر پس‌زمینه یک تصویر پس به انتخاب خودمون وارد میکنیم مثلا من این رو وارد میکنم بعد میام توی شکلک ها شکلک توپ و یک شکلک باطن سر را هم به عنوان راکت وارد میکنیم ببینید این راکتمون باشه نمیتونیم اینجوری بیاریمش بذاریمش پایین خب و حالا برای این راکته باید جوری کد نویسی انجام بدیم تا با حرکت موسمون این هم حرکت کنه پس باید چیکار کنیم اینجوری میام توی رویدادها میگم وقتی که پرچم سبز کلیک شد خب این راکته به همین نقطه‌ای که الان هست بیاد یعنی نقطه ها رو بهش میدیم که همیشه اینجا باشه بعدش میگیم که برای همیشه برای همیشه توی این راستا میخواد حرکت کنه محورهای مختصاتون رو یادتون هست دیگه ببینید این محور وای ها بود و این محور ایکس ها پس این راکتمون باید عدد وایش همیشه ثابت باشه عدد ایکسش عدد ایکسش متناسب با مکان ایکس موسمون تغییر کنه پس همین عدد وایش همینجا خوبه اما برای ایکسش ببینید اینجوری میام از این بلوک برو به ایکس استفاده میکنم فقط تو این بخش باید مکان ایکس موس رو بنویسیم ببینید این بلوک توی بخش تشخیص این بلوک مکان ایکس موس رو میاریم میذاریم اینجا ایگرش هم که گفتم همینجا خوبه پس حالا بیایم امتحان کنیم ببینید الان این با حرکت موس من داره کامل جابجا جا میشه حالا برای این توپه اگر بخوایم کد نویسیش رو انجام بدیم باید بیایم توی این توپ رو انتخاب کنیم یه مقدار هم درصدش رو کوچکتر میکنم اندازش رو مثلا میکنمش 50 درصد و نکته مهم اینه که تمام کد باید برای این توپ انجام بشه چون کار اصلی رو این توپ داره انجام میده پس خیلی مهمه که توی بازی ها و پروژه ها دقت کنیم که بیشترین کد نویسی رو برای چه شکله که انجام بدیم الان توی این بازی بیشترین کد نویسی باید برای این توپه انجام بشه چون این توپه است که حرکت میکنه به لبه ها میخوره به این راکته میخوره به اون خط قرمزی که اینجا میکشیم میخوره و کارهای مختلف داره روی این توپه انجام میشه پس همیشه یادتون باشه ما بیشترین کد نویسی رو باید برای اون شکلکی انجام بدیم که بیشترین کار رو انجام میده الان این توپه بیشترین کار رو اینجا انجام میده پس میای میگیم وقتی که پرچم سبز کلیک شد بره به نقطه مثلا صفر و صفر یعنی اولش بره به صفر و صفر بعد اینجوری میایم از یک جهت استفاده میکنیم مثلا بهش میگیم که تو این جهت شروع کنه به حرکت کردن مثلا جهت سی درجه شروع کنه حرکت کردن و بعد میایم توی بلوک برای همیشه بهش میگیم که ده گام ده گام حرکت کنه اگر خورد به لبه هم برگرده ببینید اگر خورد به لبه هم برگرده حالا بیایم امتحانش کنیم ببینید اینجوری میخوره به لبه و کامل داره درست کار میکنه میبینید حالا به راکت که میخوره اتفاق نمیافته ما باید کدنویسی راکتمون رو کدنویسی برخورد به این راکت هم درست کنیم بازم برای این توپه کد نویسی می‌کنیم. پس میگیم اگر ببینید از این بلوک اگر استفاده میکنم میگم تو این تکرارت برای همیشه اگر خوردی به راکت ببینید از این بلوک های تشخیص خوردی به باطن سال اینجا میتونیم اسمش هم عوض کنیم که اصلا بشه راکت مثلا اینجا بنویسمش به فارسی راکت ببینید بنویسمش راکت که اینجا هم بتونیم بگیم که اگر خوردی به راکت چه کاری انجام بده باید زاویش رو تغییر بده همین باید این توپه که خورد به راکت زاویه رو تغییر بده حالا زاویش رو چجوری تغییر بده نکته این بازیه اینجاست دقت کنید این بلوک جهت رو من میارم خب این توپه اینجوری داره میاد پایین ببینید با زاویه مثلا 150 درجه داره میاد پایین وقتی که میخوره به این راکت خب باید اینجوری برگرده دیگه درسته؟ ببینید باید اینجوری برگرده پس یک زاویه 180 منهای این جهتش ببینید باید این اگه من منتقلش کنم اینجا ببینید اینجوری داره برمیگرده اینجوری میاد و اینجوری برمیگرده فرض کنید که مثلا راکتمون اینجا باشه خب اینوری داره برمیگرده حالا برعکس این فلشه میشه اینجا پس وقتی که اینجوری 150 درجه هست باید سی درجه برگرده میبینید 150 سی. پس ما باید از یک بلوک عملگر استفاده کنیم اینجا بگیم که در جهت بلوک عملگر 180 منهای جهتی که داره توپ میاد پس توی بلوک های حرکت این جهت رو میذارم داخل این حالا میگیم اگر خوردی به راکت در جهت 180 منهای جهت قرار بگیر یه بار دیگه هم این بلوکش رو میارم تا دقیقا متوجه بشید حالا یه بار امتحانش کنیم ببینید. ببینید کاملا داره درست کار میکنه وقتی که به راکت میخوره در جهت درست قرار میگیره حالا یه بار دیگه من بخوام توضیح بدم اینجوری میاد ببینید توی زاویه مثلا 45 درجه 45 به 90 میشه 135 دیگه ببینید تو زاویه 135 میاد و تو این زاویه میخواد برگرده ببینید اینجا میشه 45 اینجا هم میشه 45 اینجا هم 45 و اینجا هم 45 جمع 4 تا 45 میشه 180 پس ما باید بهش بگیم که تو زاویه 45 که میای تو زاویه 180 منهای 45 برگرد میشه چه زاویه ای؟ ببینید اینجوری داره میاد میشه 180 منهای 135 پس تو زاویه 45 درجه برمیگرد و اینجوری بازیمون کامل درست میشه حالا موقعی که به راکت میخوره باید امتیازش هم اضافه بشه دیگه پس یک متغیر درست میکنیم به اسم امتیاز بعد اینجا میگیم وقتی که خوردی به راکت امتیاز رو یکی بیشتر کن اگر خورد به یک رنگ قرمز پس میام توی بخش نقاشی یک مستطیل مثلا قرمز رنگ رسم میکنم ببینید یک مستطیل قرمز رنگ اینجوری رسم کنیم خط دورش هم بر میداریم که کلا خط دور نداشته باشه میگیم بدون خط دور و رنگش رو هم میتونیم یه مقدار تغییر بدیم اینجوری رنگ قرمزتری انتخاب کنیم حالا این رو میاریم میذاریمش اینجا ببینید میذاریمش این پایین که توپ اگر به خط قرمز خورد خب از امتیازمون کم کنه اینجوری یه مقدارم تنظیمش میکنم و بعد میام توی بخش کد ببینید این خودش یک شکلک شده پس اینجا اسمش رو می خط قرمز حالا توی کدنویسی توپ تو همین بلوک برای همیشه باید بگیم این یکی رو هم چک کن اگر خوردی به خط قرمز اگر خوردی به خط قرمز خب یکی از امتیاز کم کنه ببینید توی بخش متغیرها میگیم یه دونه از امتیاز کم کن منهای یک علامت منفی کیبورد رو میزنم منهای یک حالا مثل همه بازی ها اول بازی هم باید امتیاز صفر باشه حالا بیایم امتحان کنیم ببینید الان امتیاز, امتیاز یکی بیشتر شد امتیاز بیشتر میشه حالا بخوره به رنگ قرمز ببینید میخوره به رنگ قرمز از امتیاز کم میشه علتش اینه که سه تا از امتیاز کم میکنه برای اینکه زمانی که این توپ به رنگ قرمز برخورد میکنه چند ثانیه طول میکشه این سری داره از امتیاز کم میکنه راهکارش چیه اینه که اینو از این بلوک در بیاریم و این دوتا رو بندازیم توی بلوک برای همیشه ببینید این همین برای همیشه رو اینجا دقیقا براش درست میکنیم البته این رو نیاز نبود در فقط برای این خط قرمز نیاز بود این همین جا جاش خوبه و اینجا میتونیم یک بلوک برای همیشه درست کنیم یه پرچم سبز حالا بگیم وقتی که امتیاز رو یکی کم کردی نیم ثانیه هم منتظر بمون که سری نیاد از امتیاز کم کن حالا ببینیم الان صفره این کامل درسته یک امتیاز این دو امتیاز میبینید کامل داره درست کار میکنه حالا امتیاز کم شدن ببینید یکی یکی دیگه داره امتیاز رو کم میکنه اینجوری یکی یکی امتیازمون کم میکنه حالا برای اینکه این بازی رو کامل تر کنیم میتونیم از یه سری شکلک هم استفاده کنیم مثلا بیایم هر شکلکی که دوست داریم حالا مثلا من به طور مثال این رو میارم میتونم برم تو بخش حالت ها رنگش رو هم عوض کنم و این رو بذاریم اینجا مثلا چند تا دونه از اینا داشته باشیم ببینید اینجوری میتونیم تکثیر رو هم بزنیم و به طور مثال رنگش رو هم تغییر بدیم الان یه دونه آبی شد و یه دونه نارنجی حالا توی کود نویسیمون ببینید میام توی کود نویسی بازم برای این توپه میگم که اگر خوردی به اینا رو هم اسمش رو میتونیم عوض کنیم مثلا بکنیم آجر یک یا آجر دو مثلا یکی هم بکنیم آجر دو خب برای این توپه میگیم اگر خوردی به آجر یک مثلا یک پیغام منتشر کنه که این برخورد انجام شده و بعد اون پیغام رو مثلا تو این آجرها ما بیایم و وقتی که دریافت کردیم اینا پنهان میشن این یک راشه راه ساده ترش اینه که بیایم برای این آجرها کد نویسی انجام بدیم ببینید میام اینجا برای آجر یک میگم که وقتی که پرچم سبز کلیک شد ظاهر بشه وقتی که پرچم سبز کلیک شد ظاهر بشه بعد برای همیشه اینجوری اگر برخورد کرد به توپ ببینید از این توپ خوردی به استفاده میکنم میگم اگر خوردی به توپ چه کاری انجام بده مثلا پنهان بشه پنهان بشه بعد یکی به امتیاز اضافه کنه چند ثانیه هم میتونه سب کنه و دوباره ظاهر بشه دوباره ظاهر بشه مثلا یه ثانیه منتظر بمونه و دوباره ظاهر بشه حالا این دقیقا همین کاری که ما میخوایم اون رو انجام میدهیم. من یه مقدارم سایزشو سایزش کوچکتر میکنم 50 درصد ببینید 50 درصد اینها یه جورایی امتیازن که ما باید این توپ رو به سمت این امتیازها پرتاب کنیم پس من این رو میتونم پاک کنم همین رو با کد هاش کپی کنم ببینید اینجوری میزنم تکثیر اسمش میشه آجر دو و میتونم بیام توی حالت ها رنگش رو هم بکنم آبی پس این رو هم میذاریم اینجا حالا بیام امتحان کنیم ببینید این به امتیازمون اضافه کرد و دوباره ظاهر شد حالا اینجوری اینا یک جورایی مثلا کمک میکنن که ما امتیازمون رو زودتر افزایش بدیم پس ما میتونیم اینجوری بازی های سبک پیمپونگی بسازیم که آجوری هستن یعنی با ضربه توپ این آجرها مخفی میشن حالا اگر بخوایم یک بازی شبیه اون بازی ایرهاکی بسازیم که دو نفره باشه یعنی یک راکت این طرف حرکت کنه و این یک راکت هم این طرف میتونیم بازیمون رو کدنویسیش رو اینجوری تغییر بدیم پس من میام توی بخش کد این توپ بمونه راکت رو خب راکت رو باید یکیشون رو بیارم بذارم اینجا ببینید میام توی بخش حالت ها این راکت دیگه باید خیلی اینجوری بزرگتر باشه یه مقدار اینجوری کشیده ترش میکنیم خب این مثلا راکت سمت چپ راکت سمت چپ یه مقدار بازم کوچیک‌تر بشه که تر باشه اینم یه دونه از روش تکثیر میکنیم و رنگش رو تغییر میدیم مثلا رنگش رو این یکی میذارم رنگ بنفش خب و این رو میاریم این سمت قرار میدیم ببینید میاریم این سمت زمین قرار میدیم حالا برای اینکه تصویر پس زمینمون با این متفاوت باشه میایم توی قسمت نقاشی و یک تصویر پس زمینه سیاه رنگ درست میکنیم اینجوری یک مستطیل سیاه رنگ کشم. ببینید مستطیل سیاه رنگ کشیدم برای اینکه زمینمون سیاه باشه مستطیل سفید رنگ کشم ببینید مستطیل سفید رنگ برای این وسط ببینید وسط تصویرمون اینجاست پس باید دقیقا وسط بذاریمش اینا هم مرتب میکنم کپی جایگذاری اینجا و یک بار دیگه جایگذاری حالا میتونیم فاصله اینا هم یه مقدار بیشتر کنیم که کارمون قشنگ تر بشه حالا ببینید این خط وسط این توپ این آجرها رو دیگه نیاز ندارم اینا رو پاک میکنیم و حالا باید برای این راکت ها طوری کد نویسی کنیم که دو نفر بتونن با کیبورد اینو بازی کنن پس این میشه راکت یک این آجور دو رو هم پاک میکنم و خط قرمز رو هم پاک میکنم باید یه خط دیگه بکشیم پس برای راکت یک شروع میکنیم به کد نویسی من اسمش هم درست کنم راکت یک برای راکت یک میگیم که وقتی که پرچم سبز کلیک شد برای همیشه خب برای همیشه اگر دکمه جهت بالا فشرده شد حالا جهت بالا رو میتونیم بذاریم برای بازیکن سمت راست برای بازیکن سمت چپ دکمه W رو بهش اختصاص میدیم فقط یادتون باشه باید کیبوردتون فارسی نباشه ها ببینید الان اینجا من کیبوردم فارسیه باید حتما آلت و شیفت رو بگیرید تا کیبوردتون انگلیسی بشه که دکمه های دبلیو اینا کار کنن این خیلی نکته مهمیه کلید دبلیو فشرده شد این چه کاری انجام بده این ایگرگش خب 10 تا ده تا مثلا زیاد بشه پس میام توی بخش حرکت میگم تغییر ای ایگرگ یا وای به اندازه ده تا همین رو هم تکثیر میکنیم میذاریمش اینجا میگیم اگر دکمه به طور مثال اس که زیر دبلیو هست فشرده شد منفی 10 تا به سمت پایین حرکت کنه حالا امتحانش کنید کنی؟ ببینید الان برای من حرکت نمیکنه خب دقیقا علتش همینه که من الان کیبوردم فارسیه چون اینجا فارسی نوشتم پس کیبوردتون رو حتما انگلیسی کنید تا این حرکت کنه ببینید این برای همیشه اگر دکمه W فشار داده شد ببینید من الان دکمه W و S رو دارم فشار میدم و میتونم این راکت رو جابجا جا کنم حالا وای هم ببینیم توپه که بهش میخوره چه اتفاقی براش میافته ببینید یه کمی اینجا ببینید چند ثانیه طول میکشه باید این کود رو یه جوری تغییر بدیم تا خیلی سریعتر این از راکت جدا بشه و حرکت کنه حالا این توی کدنویسی توپ هست من فعلا دارم کد های راکت رو انجام میدم پس این راکتمون الان کاملا درسته یه مقدار سایزشو رو کوچیک‌تر می‌کنم 80 درصد بعد یه دونه از روش کپی می‌کنم تکثیر میام توی بخش حالت ها رنگش رو عوض میکنم مثلا رنگش رو بگیم رنگ بنفش خب این رو هم میذاریم اینجا و توی کود نویسیش خب باید دکمه ها رو بکنیم جهت بالا و جهت پایین ببینید میگم جهت بالا و جهت پایین حالا بیایم امتحان کنیم ببینید کاملا داره درست کار میکنه با جهت ها داره بالا پایین میشه حالا نیاز به یک خط داریم که اون خط ها از امتیاز کم کنه پس ما میایم توی بخش نقاشی ببینید یه خط سبز اینجا داریم یه خط قرمز اینجا یه راکت اینجا و یه راکت هم این بر و اینجوری توی کود اون باید بگیم که اگر خوردی به رنگ سبز یا شکلک دو مثلا از امتیاز کم کنه و به امتیاز نفر مقابل اضافه کنه پس بیایم سراغ کدنویسی توپمون خب حالا برای این توپ باید کد نویسیمون رو طوری تغییر بدیم تا بازیمون تبدیل بشه به یک بازی دو نفره ما برای یک بازی دو نفره نیاز به دو تا امتیاز داریم امتیاز مثلا بازیکن سمت چپ اینجا و بازیکن سمت راست امتیازش رو اینجا نشون بده پس این امتیاز این سمت رو میذاریم برای بازیکن شماره یک ببینید میام توی بخش متغیرها این امتیاز رو کلیک راست میکنم تغییر نام متغیر جلوش مینویسم یک که میشه بازیکن شماره یک حالا روش کلیک راست میکنیم و نمایشگر بزرگ ببینید اینجا شد امتیاز بازیکن شماره یک که سمت چپ باشه حالا یک متغیر دیگه میسازیم اسمش رو میذاریم امتیاز مثلا امتیاز دو برای بازیکن شماره دو تایید و این امتیاز رو هم میاریم میذاریم اینجا و کلیک راست نمایشگر بزرگ اینم شد امتیاز بازیکن شماره دو حالا توی کود نویسیشون باید اینا رو تغییر بدیم یعنی ببینید اینجا رو توی این بلوک برای همیشه ما گفتیم اگر خوردی به خط قرمز یعنی همین شکلک یک که باید خط, اون خط قرمز برای پروژه قبلی بود پس اینجا منویسم خط قرمز اینجا منویسم خط سبز که اسماشون هم درست باشه حالا توی کدنویسی توب میگیم وقتی خوردی به خط قرمز امتیاز بازیکن شماره دو یعنی امتیاز این طرف یکی بره بالا یکی بره بالا و دقیقا همین رو کلیک راست تکثیر میذارم این پایین میگم اگر خوردی به خط سبز اگر خوردی به خط سبز امتیاز این بازیکن سمت چپی امتیاز این سمت بره بالا اگر خورد توپ به این خط سبز پس اینجا میگم امتیاز یک بره بالا یه دونه اضافه بشه خب حالا توی کد نویسی اینجا ببینید توی این بلوک هم ما گفتیم که امتیازها برابر صفر بشه اینجا باید بگیم امتیاز دو هم برابر صفر شود پس اینجا اول بازی امتیاز دو هم برابر صفر بشه بعد توپ رو گفتیم بره به نقطه شروع نقطه صفر و صفر بعد در جهت سی درجه قرار بگیره و شروع کنه به حرکت کردن بعد میاد توی بلوک برای همیشه گفتیم حرکت کن دهکام دهکام اگر به لبه رسیدی برگرد یعنی اینجا اگر رسیدی به لبه برگرده به این دو طرف و گفتیم که در جهت 180 منهای جهت قرار بگیری یعنی اومدیم یه محاسبه کردیم برای زمانی که راکتمون اینجا بود خب برای اینکه که راکتمون اینجا بود می اومد با یک زاویه برخورد میکرد و برمیکشت حالا برای اینکه بازیمون سختتر بشه ما میتونیم اینجا یه کد نویسی براش انجام بدیم که تو وقتی که به هر کدوم از راکت ها میخوره خب جهت برگشتش تصادفی باشه یعنی این نتونه پیش بینی کنه که توپ از کجا میاد این بازی رو سختتر میکنه پس این تغییر امتیاز رو نمیخوام چون اینجا اگر میخورد به راکت امتیازمون اضافه میشد الان ما دیگه نمیخوایم امتیازمون اضافه بشه پس این بلوک رو مینازم کنار اینجا میگیم اگر خوردی به راکت یک راکت یک اینه خب اگر خوردی به راکت یک بیا در جهت این بلوک عملگر رو میارم میگم انتخاب تصادفی حالا انتخاب تصادفی شو چجوری مشخص کنیم ببینید توپ مثلا اینجوری میاد و میتونه تو این زاویه ها برگرده ببینید تقریبا تو زاویه مثلا 45 تا 135 و و میتونه برگرده از کجا میفهمم اینو ببینید میام توی بخش حرکت این بلوک در جهت قرار رو میارم بعد نگاه میکنم میگم این بلوک میخواد توی 45 درجه و 35 درجه برگرده ببین تو این محدوده میخوام برش گردونم پس اینجا می نویسم توی انتخاب تصادفی 45 تا 135 درجه برگرد یعنی یک عدد تصادفی بین 45 تا 135 قرار انتخاب میکنه و اینجوری برمیگرده حالا ممکنه اینوری برگرده هر جهتی ممکنه برگرده برای راکت دو هم یه چنین چیزی میخوام پس اینجا میام از این بلوک اگر تکثیر میکنم اینجا میذارمش میام اینجا راکت دو رو انتخاب میکنم و نکته اینه که اینجا باید جهتش رو درست انتخاب کنیم یه بار دیگه پس این بلوک جهت رو بیارم از جهت منفی 45 تا منفی 135 میبینید از جهت منفی 45 تا جهت منفی 135 باید برگرده پس این رو میارم اینجا و اینجا می نویسم منفی عدد منفی کیبورد رو میزنم منفی 45 منفی 135 درجه برگرده حالا بیایم امتحان کنیم بازیمون رو ببینید پس کیبوردتون رو انگلیسی کنید بعد با این دبلیو اس میتونید جابجا جا کنید حالا اینا رو ببینید الان میخوره به رنگ قرمز یه امتیاز اضافه میشه ببینید میخوره به رنگ قرمز یه امتیاز دیگه و حالا اینجوری مثلا ببینید میخوره به رنگ سبز یه امتیاز اضافه میشه و کامل بازیمون داره درست کار میکنه میبینید این جهت ها هم که به صورت تصادفی انتخاب میشن و توپ کامل حرکت میکنه امتیاز هامون هم کاملا دارن درست کار میکنه حالا اگر بخوایم بازی رو سختتر بکنیم دو تا کار میتونیم انجام بدیم اولیش این که بگیم وقتی که امتیاز یکی از بازیکن ها از یه عددی بیشتر شد مثلا از 9 بیشتر شد مثلا بشه ده تعداد توپ ها بشه دو تا اینجوری کنترلش برای بازیکن ها سختتر میشه چون دو تا توپ داریم و بعدش بگیم که مثلا وقتی که بیشتر از 15 شد سرعت توپ بیشتر بشه و وقتی که بیشتر از 20 شد بازی متوقف بشه و مثلا بگه که کدوم بازیکن برنده شده برای کدنویسی یه چنین کاری دقت کنید که من میام برای این توپ ببینید برای این توپ میگم که ببینید از این بلوک اگر میتونیم استفاده کنیم بذاریمش اینجا بعد از بلوک عملگرها استفاده میکنیم و از این بلوک یا میگم امتیاز مثلا بازیکن امتیاز یک اگر بیشتر از حالا من عدد کم میدم دو میدم مثلا یا امتیاز مثلا بازیکن شماره دو بیشتر از دو شد خب یک پیغام جدید منتشر کنه پس اینجا پیغام جدید پیغام توپ دوم رو منتشر کنه توپ دوم تایید رو که زدیم اینجا این بلوک رو میذاریمش اینجا ببینید پیغام توپ دوم رو منتشر میکنه حالا اینجا میتونیم روی این کلیک راست کنیم و تکثیر رو بزنیم الان دقت کنید که داریم برای توپ دوم کد نویسی انجام میدیم و برای توپ دوم ببینید برای توپ دوم اینجا نوشته بال شماره دو پس برای توپ دوم این بلوک رو نمیخوام اینجا میام میگم که وقتی که پرچم سبز کلیک شد خب این دوتا امتیاز ها رو هم دیگه نمیخواستم دیگه پاک کردم میگم وقتی که پرچم سبز کلیک شد مخفی باشه پنهان باشه وقتی که پیغام توپ دوم رو دریافت کرد ظاهر بشه ظاهر بشه و بیاد اینجا و در جهت سی قرار بگیره و این کار رو انجام بده و اینم که دقیقا همون کارا رو داره براش انجام میده دیگه به خط قرمز و خط سبز بخوره امتیاز رو کم و زیاد میکنه حالا بریم امتحان کنیم ببینید الان امتیازمون بیشتر از دو بشه ببینید الان سه شد این ظاهر شد اما حرکت نمیکنه ببینید حرکت نمیکنه این خیلی نکته مهمیه که اینجا باید خیلی دقت کنید ببینید ما برای توپ اول خب توی کد نویسیش اینجا گفتیم که اگر امتیاز بازیکن اول دوم یا دوم بیشتر از دو شد پیغام توپ دوم رو منتشر کنه حالا هر بار که امتیاز بیشتر میشه مثلا چهار بشه دوباره این پیغام رو منتشر میکنه بعد مثلا پنج بشه دوباره پیغام رو منتشر میکنه و این غلط یه جورایی حالا یا میتونیم از این بلوک عملگر استفاده کنیم بگیم اگر امتیاز امتیاز بازیکن اول مساوی دو شد و برای این هم بنویسیم امتیاز بازیکن دوم مساوی دو شد پیغام سراسری منتشر کنه که بارها و بارها این پیغام رو منتشر نکنه یا بیایم یه کار دیگه کنیم اینجا میتونیم از این بلوک پخش سراسری پیغام دوم رو استفاده کنیم و منتظر ماندن فقط میتونیم از این اینجوری بیایم اینو از این زیر مجموعه جدا کنیم بگیم برای همیشه اینجا اینو بذاریمش زیر این حالا منتظر میمونه ببینید دیگه پیغام دومی رو منتشر نمیکنه دیگه بارها و بارها پیغام توپ دوم رو منتشر نمیکنه حالا ببینید الان باید بیشتر از دو بشه یعنی مثلا بشه سه حالا الان میشه با سه ببینید توپ دوم هم ظاهر شد حالا توپ دوم هم دقیقا داره امتیاز رو کم و زیاد میکنه و من اینجوری با جابجا کردم ببینید باید دو تا توپ رو کنترل کنم دیگه ببینید کمی بازیش سخت در میشه حالا این از دو تا توپ کردن حالا میتونیم سرعت رو هم بیشتر کنیم یعنی ببینید دقیقا همین برای توپ اول و دوم سرعت رو بیشتر کنیم بیام توی متغیرها یک متغیر جدید بسازیم به اسم سرعت تایید رو میزنم بعد اینجا میگم که اول بازی که شروع میشه خب سرعت باشه مثلا 10 تا ببینید سرعت باشه 10 تا بعد اینجا هم توی این بلوک برای همیشه از این سرعت استفاده میکنیم برای توپ دوم هم به همین شکل یعنی اینجا باید بگیم که با این سرعت 10 گام حرکت کنه حالا توی توپ اول اینجا دقیقا ما اینجا نمیتونیم به این اضافه کنیم ما ببینید اینجا نمیتونیم یه بلوک برای همیشه یعنی از این نمیتونم کپی بگیرم اینجا بذارمش چرا چون اینجا پیغام سراسری توپ دوم رو پخش منتشر کرده و منتظر مونده یعنی به این بلوک بعد نمیرسه پس این رو نباید اینجا بذاریمش باید دقیقا تکثیرش کنیم بذاریمش اینجا توی این یه بلوک برای همیشه که دیگه منتظر نمونده باشه اینجا میگیم که اگر امتیاز هر بازیکنی مثلا بیشتر از چهار شد خب سرعت بشه اینجا بذاریم سرعت رو مثلا بذاریمش 20 یعنی سرعت دو برابر بشه اولش سرعت ده باشه و بعد سرعت بشه 20 حالا ببینید اینجوری حالا امتیاز ها داره بیشتر میشه مثلا الان ببینید امتیاز بیشتر از دو که بشه دوپ دوم ظاهر میشه خب ببینید امتیاز بیشتر از پنج شد و سرعت شد بیست ببینید سرعت شد بیست یعنی دو برابر شد خیلی بازی سختتر شد حالا ما به این متغیر سرعت اینجا احتیاج نداریم پس تیک سرعت رو بر که نمایشش رو نبینیم بعد میتونیم این عددا رو درست کنیم مثلا بگیم وقتی که امتیاز بیشتر از نوزده شد امتیاز هر کدوم از بازیکنان بیشتر از 19 شد سرعت برابر سی بشه و اینجا هم بگیم که وقتی که امتیاز هر کدوم از بازیکنان بیشتر از 9 شد یعنی مثلا 10 شد توپ دوم ظاهر بشه و اینطوری میتونیم یک بازی پیمپونگ رو کامل توی اسکرش بسازیم پیمپونگ یا ایرهاکی حالا به عنوان تمرین میخوام که این درس رو تا اینجا انجام بدید بعدش بیایید کد رو یه جوری تغییر بدید که وقتی هر کدوم از بازیکن امتیازشون به سی رسید بازی متوقف بشه پس بعد از این بلو که اگر استفاده کنیم بذاریم اینجا بعد بگیم که این امتیاز هر کدوم از بازیکن که بیشتر از سی شد مثلا رسید به سی یا مساوی سی شد پیغام منتشر بشه مثلا ببینید اینجا باید یک بار برای بازیکن شماره دو یه دونه بلوک اگر بذاریم یه بارم برای بازیکن شماره یک بگیم اگر امتیاز بازیکن شماره دو بیشتر از سی شد یا امتیاز بازیکن شماره یک بیشتر از سی شد پیغام مثلا برنده شدن بازیکن دوم یا برنده شدن بازیکن اول منتشر بشه و بازی متوقف بشه حالا اگر بخوایم امتیاز مثلا بازیکن رو هم بگه میتونیم از این بلوک های بگو استفاده کنیم بعد متغیر امتیاز رو هم بذاریم داخلش یعنی برای این توپه بگیم که مثلا متغیر امتیاز رو هم بگه پس این هم شد تمرین این جلسهمون. اینکه شما کد رو طوری تغییر بدید تا امتیاز بیشتر از سی شد اسم نفر برنده اینجا توی صفحه ظاهر بشه خیلی ممنون از توجهتون خدافظ